درود بر یاران همیشگی و میهندوستان راستین ایرانی به کیوس که خوش آمدید. امشب با موضوعاتی مهم در ارتباط با مسائل روز ایران در خدمت شما هستیم. زاکانی رسما برکنار شده. رئیسی هم شهردار فاسد تهران را نمیخواهد. قبل از هر چیزی توجه شما را جلب می کنم به حماسه ایستادگی یک بانوی شجاع مقابل تجمع افراطیون خواهان هجاب اجباری. دعوت می کنم در ادامه ضمن لایک کردن این ویدیو بیننده مشروح این اخبار باشید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. زاکانی رسما برکنار شده. رئیسی هم شهردار فاسد تهران را نمیخواهد. گمان زنی در مورد حضور زاکانی در دولت چند روزی است که قوت گرفته و برخی خبر دادن که زاکانی از شهرداری تهران استعفا خواهد کرد و برای حضور در دولت به کمک ابراهیم رئیسی می رود. تعدادی هم این خبر را تکسیب کردند و سرانجام اعلام شد زاکانی بدون ترک منصب شهرداری به دولت اضافه خواهد شد. ولی یک ساعت بعد از اعلام این خبر سازمان بازرسی کل کشور داشتن دو شغل همزمان دولتی را غیر ممکن دانسته و گفته زاکانی بر اساس تاییدی که به آنها رسیده عملا برکنار شده است محمد مهاجری روزنامه نگار در این باره نوشته با وجود خواهش و اصرار و تلاش زیاد زاکانی برای ماندن در شهرداری تهران بر سر نخواستنش دعواست قرار است با یک پست نمایشی و تشریفاتی در دولت رئیسی سر کارش بگذارند پس از سفر پرسر صدای شهردار جنایتکار تهران که موجی از انتقادها را در داخل و خارج از کشور در پی داشت دو هفته پیش روزنامه حکومتی هممیهن از برکناری زاکانی از سمت خود به عنوان شهردار تهران خبر داد. روزنامه همیهن نوشت روز گذشته روزی پر از شایعه و حاشیه در مدیریت شهری پایتخت بود. گفته می شود علیرضا زاکانی شهردار تهران پس از بازگشت از بروکسل و مجمع عمومی متروپولیس هیچ دستور کتبی را صادر نکرده است. او در این مدت فقط در مراسم بزرگداشت مصطفی چمران حاضر شده و سخنرانی کرده است. بانک از زاکانی در کنار مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران برای بازدید از روزنامه همشهری دعوت شده بود، اما در این مراسم حاضر نشد از سوی دیگر برنامه قرار خدمت که بازدید شهردار از یکی از مناطق 22 گانه است نیز به دلیل عدم حضور زاکانی لغو شده است شایعات و گمان زنی ها مبنی بر آن است که بعضی میگویند زاکانی استفای خود را به مهدی چمران و پرویز سروری تقدیم کرده است او به دلیل فشارهای دستگاه نظارتی اختلافاتش در کمیسیون ماده 5 با شورای عالی شهرسازی و معماری نارضایتی کارکنان شهرداری و حتی فشار برای ازل دو معاونش استفا کرده است. برخی هم معتقدند به دلایل فوق و ذکر زاکانی هم مانند احمدی نژاد قهر کرده است. از سوی دیگر شورای شهر تهران هم از این هاشیه ها به دور نبوده و طبق خبر دیگری روز گذشته سه نفر از اعضای شورای شهر تهران درباره عمل کرده خود برای ارائه توضیحات به دستگاه های نظارتی مراجعه کردند و شایعه بازداشت قریب الوقوع یک نفر از آنها قوت گرفته است. زاکانی که به عمل کردش در شهرداری تهران انتقادهای بسیاری وارد می شود، حالا قرار است به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری در حوزه متکدیان، کودکان کار و معتادان متجاهر معرفی شود. عنوان تازه برای دومی شغل زاکانی که مدعی است توانسته است در آن زمینه فعالیت‌های مثبتی انجام دهد. احمد احمدی صدر مدیرامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اقدام شهرداری در این زمینه اعلام کرد ریاست جمهوری دستور داد که شهردار تهران به عنوان نماینده ریاست جمهوری در مورد متکدیان، کودکان کار و معتادان متجاهر وارد شود. این دستور تایید شده و کلیات نیز به تصویب رسیده است. او همچنین اعلام کرد که پس از تایید و ابلاغ جزئیات این حکم، علیرضا زاکانی همزمان با تصدی شهرداری تهران، نماینده ویژه ریاست جمهوری در این سه بخش خواهد بود. او در مورد مسئولیت زاکانی در سمت جدیدش گفت تا کنون چارده دستگاه به وزارتخانه خود پاسخگو بودند اما با این حکم هم افسایی تقویت می شود. اعتبارات به نهادهای مسئول واگذار شده است اما شهرداری حق نظارت و سؤال خواهد داشت و به ریاست جمهوری گزارش خواهد داد. محمد امین توکلی زاده معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران نیز روز دوشنبه با تایید این خبر گفت ریاست جمهوری با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تفویض اختیارات به شهردار تهران در حوزه کودکان کار، متکدیان و معتادان متجاهر موافقت کرده و کلیات این موضوع در جلسه بررسی شده است. هر دستگاه کار خود را انجام می دهد اما فرماندهی واحدی برای آسیب های اجتماعی در تهران ایجاد خواهد شد و در این زمینه به مدیریت واحد می رسیم. نام شهردار تهران در روزهای گذشته با تلاش برای تعطیل کردن خانه اندیشمندان علوم انسانی به صدر خبرها آمده بود. کمی پیش از آن هم سفر او به بلژیک و فیلم همراهانش از مخالفان جمهوری اسلامی هزینه سنگینی برای دولت بلژیک تراشید او اکنون مدعی است که میتواند مسئله متکدیان کودکان کار و معتادان متجاهر در ایران را حل کند دو معاون زاکانی برای آنکه از صدور این حکم برای زاکانی مطمئن شوند تصمیم گرفتند این خبر را اعلام عمومی کنند علیرضا زاکانی هم دست به کار شد و برای آنکه نشان دهد در این زمینه فعال است روز دوشنبه با برگزاری جشن فرزندان قدیر که مدعی شد با حضور هفت هزار کودک کار برگزار شده است فعالیتهایش در زمینه ساماندهی کودکان کار را در آستانه صدور حکم رئیسی به رخ کشید او البته دقیقا اشاره نکرده که در این راستا چه فعالیتهایی انجام داده است زاکانی به جای توضیح در مورد برنامههایش برای کودکان کار گفت خدا به ما این توفیق را داده است که در کلان شهر تهران خدمتگزار بهترین ها باشیم چرا که کسانی که به آنها توجه نمیشد و عملا شهروند دست دوم محسوب میشدند امروز نور دیده اند و سعی داریم در مدارسمان علاوه بر آموزش برای استعدادیابی آنها و حرف آموزیشان اقدام کنیم و امیدواریم این کار که با جدیت آغاز شده است تداوم یابد این در حالی است که علیرضا زاکانی 25 آذر 1400 وعده داده بود تا دو ماه آینده معتاد متجاهر در تهران نخواهیم دید اما نه تنها متادان از سطح شهر جمع نشدند که شهردار منطقه دوازده پایتخت اردیبهشت امسال بعد از گذشت پانزده ماه از این وعده گفت این متادان گهگاه با سرنگ و چاقو به مأموران شهرداری حمله می کنند. اتحادیه آزاد کارگران هم چندی پیش در گزارشی از آوارگی 400 زن کارتون در پی سوء مدیریت در شهرداری تهران خبر داد. بر اساس این گزارش در پی تعطیلی دو مرکز حمایت از زنان کارتون واقع در منطقه دوازده شهرداری تهران پس از انتصاب زاکانی زنان تحت حمایت آن مرکز بی شدند و دست کم 400 زن بی پناه که مکانی برای دریافت حمایت ندارند در مرز انواع آسیبهای اجتماعی قرار گرفتند هرچند معاونان زاکانی در مورد سمت جدید او صحبت کرده بودند زاکانی در مراسم یاد شده این گونه وانمود کرد که تا قطعی نشدن این اتفاق نمیتوان در موردش حرف زد او گفت این موضوع مطرح شده و در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است اما تا زمانی که در جلسه هیئت دولت تصویب و ابلاغ نشود نمیتوان در مورد آن صحبت کرد وقتی هم یکی از خبرنگاران از زاکانی در مورد ایرادهای برخی اعضای شورای شهر به انتصاب اخیر او سوال پرسیدند زاکانی تنها گفت اطلاعاتتان نادرست است انتصاب های زاکانی طی چند سال گذشته هم همواره با انتقاد اعضای شورای شهر متخصصان و روزنامه مواجه بوده است به طوری که امانی عضو شورای شهر تهران فروردین ماه گذشته از آن کرد که داماد زاکانی در برخی تصمیم گیری های شهرداری دخالت می کند. امانی درباره موضوع های مطرح شده درباره نقش داماد شهردار تهران در تصمیم گیری برای مدیریت شهری پایتخت گفت یکی از مهمترین اعتراض های ما به شهردار محترم این است که متاسفانه داماد ایشان در برخی تصمیم گیری های شهرداری دخالت دارد این در حالی است که وقتی آقای زاکانی حکم انتصاب ایشان به عنوان مشاور را لغو کرد ایشان حتی نباید به شهردار مشاوره بدهد چه رسد به اینکه در برخی تصمیم دخالت کند اما آقای زاکانی هم در رسانه ها و هم در جلسه هماندیشی با اعضای شورای شهر تاکید کرده است که با افتخار از داماد خود مشورت میگیرد سازمان بازرسی کل کشور نیز پیش از این اعلام کرده بود که چندین مورد از انتصاب های زاکانی غیرقانونی است رسد روز با اعلام این خبر نوشت که بر اساس اسناد و مدارک موجود سازمان بازرسی کل کشور به زاکانی در خصوص رعایت نکردن شرایط عمومی و اختصاصی در انتصاب مدیران اعتراض کرده و در مکاتبه با معاون وقت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران خواستار توضیح و پایبندی شهرداری به مقررات در انتصاب مدیران شده است. اشاره سازمان بازرسی به استفاده از افراد غیر متخصص در سمتهای مهم مدیریتی در بخشهای فاوا، سازمان میادین میوه و تربار، سازمان ورزش، امور اجتماعی و فرهنگی مناطق 19 و 21 معاونت فرهنگی و اجتماعی، مرکز ارتباطات، سامانه 137، بازرسی شهرداری، برنامه ریزی سازمان بازرسی شهرداری، حوزه ریاست حراست کل، امور بین الملل مرکز ارتباطات، سازمان بهشت زهرا، مرکز نوسازی و تحول اداری، مرکز ارتباطات شهرداری، سازمان خدمات و رفاه شهرداری و حراست سازمان میادین میوه و تره بار است. جعفر تشکری هاشمی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به این گزارش سازمان بازرسی در یکی از جلسات شورای شهر گفته بود انتخابها و انتصاب‌های غلط یعنی ترویج فساد در مجموعه و در شهرداری تهران، همچنان می‌بینیم که افراد نسبی و سببی و داماد و پسر و دختر علیرغم اینکه پستی در شهرداری ندارند در تصمیم های شهرداری تهران تأثیر گذارند و دخالت می کنند اکنون زاکانی با وجود ابهامهای های بسیاری که در مورد توانایی هایش وجود دارد قرار است هم در خیابان بهشت سکان شهرداری تهران را در دست نگه دارد و هم در پاستور با سمتی جدید به کمک دولت برود و بودجه ها و پروژه های دیگری را در دست بگیرد با توجه به سوابق او چندان دور از انتظار نیست که پای آشنایان و نزدیکان او به پاستور و وزارتخانه نیز باز شود. بسم الله الرحمن الرحیم، مردم همه با هم بر علیه قارتگران قیام کنیم. امروز وقت قیام است. سر ما رو یه عده از مسئولین کلاه گذاشتن و ما با شناخت چهره اونها بر علیه اونها باید قیام کنیم. من چه کاری می کنم چه کاری نمی بنده شایسته سالاری رو در این کشور مهیا خواهم کرد بنده با شما صداقت خواهم داشت بنده فقر مطلق رو یک ساله ریشه خواهم کرد بنده سلامت رو به سمت و سوی میبرم که غیر از درد درد بیپولی نکشید بنده نظارت مردم بر مسئولین و نظاممند خواهم کرد از تصمیم گیری در کشور تمرکز زدایی میکنم و در شهرستان ها محور تحول و حرکت رو قرار میدم روستاها رو آباد میکنیم و مهاجرت معکوس رو به روستاها مهیا میکنیم امروز به شما قول میدهم که با برنامه‌ای که قریب ده سال او رو آماده کردیم و دو نوبت به شورای نگهبان در پنج جلد و هفت جلد دادیم و با همه وجود اون به اون باور داریم تمام های تعلیق شده کشور رو به فعالیت واداریم. قول می دهم که از اقوام و مذاهب به نحو احسن استفاده کنم نه در مقام شعار قول می دهم که قانون اساسی رو اجرا کنم و توجه کنم که اصل ده و بیست و یک ناظر به خانواده و زنان اصل هشت و بیست و هفت ناظر به در حقیقت آزادی های مدنی اصل 28 ناظر به ناظر به اشتغال اصل بیست و نه ناظر به تأمین اجتماعی اصل 30 ناظر به آموزش آموزش کشور و تعلیم و تربیت بعد متحول بشه اصل سی و یک ناظر به مسکن به هر حال با مقررات زدایی و اقدامات مناسب مسیری رو دنبال میکنیم که در حقیقت بتونیم ریشه اعتیاد رو ظرف چهار سال در کشور خوش کنیم این کاملا شدنیست بیمه زنان خانوار سرپرست خانوار و بیمه کسانی که زوجهای ناباور هستند رو دنبال کنیم چه کاری نمی کنیم؟ به مردم دروغ گیم از محل تورم دولتمون رو اداره نمی کنیم ابر بدهکاران بانکی رو آزاد نمیگذاریم به وارد کنندگان کالاهای مصرفی رانت نمیدیم گردش مدیران رو جابجا نمی کنیم شایستگان رو جای اونها میگذاریم بستگان و فامیل خودمون رو سر کار نمیاریم مردم را تحقیر نمی کنیم مشکلات داخلی رو به خارج از کشور وابسته نمی کنیم. قدر دانشمندانمون رو میدونیم دیپلماسی اقتصادی رو پیشگی کنیم. قانون رو در کشور پیاده می کنیم. آنچه که هست قانون مداری و صداقت خواهد یاران گرامی به پایان این برنامه از کیوسک رسیدیم. بی منتظر شنیدن نظر شما در ارتباط با این اخبار هستیم. فراموش نکنید با لایک کردن این ویدیو یاری رسان مردم ایران باشید پاینده ایران